گر نبودی در جان امکان گفت یه توانستی گل معنا شکفت. همینم بار قبل شما قول دادم که با آقای دکتر مقصود دو درباره نوتام دو پاری گفتگو کنیم. به هر حال نمادی که دچار آتش سوزی شد و در این جریان اتفاقاتی افتاد که واقعا در ثبت شدنی است در تاریخ، از جمله همدلی مردم فرانسه برای نجات این اثر، همدلی جهانیان و اتفاقی در فرانسه افتاد دنیا رو نگران کرد. در خاورمیانه مردم نگران شدن با اینکه جای کلیسا بود، ولی جهان اسلام و جهان غیر مسیحی هم با اندازه جهان مسیحیت ابراز دلواپسی و نگرانی کرد و همه آرزو میکردن که مبادا آتش موفق بشه تمام این بنا رو در کام فرو کشه، و خوشبختانه اینطور نشد. مون بخشهایی فرانسوی ها در فاصله 24 ساعت موفق شدن بیش از 1 میلیارد یورو جمع آوری بکنن و خود این آتش سوزی باعث همبستگی بیشتر اصلا مهمتر این که باعث بالا رفتن نرخ محبوبیت آقای مکرون شد که سخت به افزایش نرخ محبوبیت نیاز داشت. خیلی وضعیت آقای مکرون در نزد افکار عمومی ناگوار شده بود. آقای دکتر مقصود، درود بر شما. درود بر شما آقای میبودی عزیزم، بر همکارانتون و شنوندگان محترم تلویزیون ایران فردا در خدمتون هستم. درباره یه برنامه میخوام به صحبت بکنیم، همچون سینما اثری ساخته ویکتور هوگو، بله، کوشبش نوتردام، آنتونی کوین، جینا لولو برچیدا، یعنی در واقع این بنا اسمش گره خورده با هم ادبیات جهان هم با سینمای جهان. بفرمایید آقای میبودی. ببینید، وقتی در حدود 2 هفته پیش بود، مثل که دوشنبه 12 روز پیش بود، 15 آوریل، بله، این بنای این عروس پاریس، این مرکز نیایش و عبادت و تحسین پاریس که 9 قرن پیش ساخته شده بود، یعنی 1160 شروع شده بود، 1340-45 تموم شده بود، یعنی قرن 14، 200 سال طول کشیده بود. وقتی این میسوخت، من یاد سوختن برج دوقلوهای نیویورک افتادم. این مدرن بود و 50 سال شاید ازش بیشتر نمیگذشت که سوخت، کمتر از اون بود، و این 9 قرن این ساختمان واقعا در این 9 قرن گذشته مرکز الهام بسیاری از هنرمندان دنیا و انسانهای عادی بود، نقاش، شاعر، فیلمساز، آرشیتکت، هر نوع هنرمندی، مجسمه ساز، چه کارهایی که الهام نشده از این مرکز زیبایی که 9 قرن اونجا وایساده بود و آتش گرفت. متاسفانه الان که بررسی میکنن میبینن که چقدر در نگهداریش قرار بوده. اینا 2 تا قرارداد داشتن، 2 تا گارد 24 ساعته داشته باشن، یکی بوده در اون شب و اولین زنگ آتش نشانی که میخوره به محل غلط میفرستن اون آدم و برمیگردیم که خبر نیست، دومی معلوم میشه. به هر صورت این بنا 400 صندلی داره و 400 مأمور، این خیلی جالبه، 400 مأمور آتش نشانی مبارزه میکردن اونو خاموش کنن. و چندین معجزه در اینجا آدم میبینه. یکی اینکه فقط 1 نفر آتش نشانی مجروح میشه، هیچ کشته‌ای با این عظمت، این سقفش میاد پایین، سقف چوبیش، کشته نمیشن و خیلی غم انگیزه. به هر صورت یه چیز بسیار مونومنت، یک چیز بسیار زیبای بین رفته که انشالله بتونن درستش کنن. ولی اما در مورد در رابطهش با هنر، هم که گفتیم این مرکزی بوده که خیلی شعر گفته شده راجبش، خیلی داستان نوشته شده، خیلی نقاشی شده، خیلی همه جوری، در سینما از همه مهمتر
فیلم های بسیاری در درش ساخت، هنرپیشه ها رفتن توش اومدن، یعنی مرکز بازیگری بوده در فیلم ها، ازش فیلم برداری کردن، یه صحنه های بسیار خوبی زیاد از زنگ ها برای چه به صدا در می آیند گاری کوپر بود و غیره و غیره و غیره. ولی چندین فیلم و فیلم های بسیاری، انیمیشن، فیلم های موزیکال، فیلم های سینمایی، فیلم های کوتاه بلند، بسیار از این ساخته شده. اولین فیلم که ساخته شد 1906 سامت، یک ریل یعنی 10 دقیقه. دومی 1911 است تا اونجا که یادم بیاد، اینم 3 ریله. حالا کارگرداناش نمیخوام بگیم، وقتی نداریم، من میتونم چند ساعت راجع به اینجا صحبت کنم و تاریخش و فیلم ها. و بعد سومین فیلم 1916 است که اگر اشتباه نکنم ویلیام فاکس که در آمریکا فاکس قرن 20 درست کرد، به نام The Darling of Paris، The Darling یعنی محبوب پاریس، عزیز پاریس تایتلش بود. اینم صامت بود. این 6 ریله یعنی 60 دقیقه فیلم حدودا ساخته میشه. و بعد چهارمیش در 1322 انگلیس ها یک فیلم میسازن سینمایی به نام اسمرالدا. اینجا من لازمه که چند تا توضیح بدم. اولا ویکتور هوگو کیه؟ ویکتور هوگو یک نویسنده که فرانسوی، یکی از بزرگان فرانسه است، ادبیات جهان، که مکتب رومانتیسم درست کرد با کتاب بینوایان که بی‌نظیره. و من چقدر بچه بودم فیلمش رو دیدم و کتابش رو خوندم و چقدر عاشقش بودم. و از جمله کتابی در هزار رو یه قرارداد میبنده با ناشرش که کتابی راجع به نوتردام بنویسه، که بالاخره فشار میاره. 1931 این کتاب منتشر میشه به نام گوشپشت نوتردام. در 2 سال بعد درست این 1931 1933 در انگلستان انگلیسیش در میاد. کتاب خیلی موفقه. بعدها البته یکی از این نویسندگان مدرکی پیدا کرده که خوندم که یک گوشپشتی در قرن 19 که برای دولت کار میکرده و سنگتراش بوده و در همین نوتردام هم کار میکرده، یکی گوشپشت بوده و شاید ویکتور هوگو این گوشپشت مدل قرار داده. ما نمیدونیم اینو که ویکتور هوگو همچین چیزی میدونست یا نه، اینا یه مدارک جدیدیه. ولی به هر صورت داستان یک داستان انسانیه که یک گوشپشتی در یک این کلیساست. یه دختر بسیار زیبای کولی، اسمرالدا، اونجا هست. این در پاریس هست. این آقای گوشپشت به علتی که کارش این بوده که این نوکر اسقف اعظم یا معاون اسقف اعظم فرولو هست که اونجا در این رئیس این کلیساست، و این کارش با طناب به صدا آوردن این ناقوس کلیسا به موقع بوده و برای همین خاطر گوشاش کره، چشماش ذره درست نمیبینه، گوشپشت زشت، دماغش شکسته است و غیره و غیره. و این دختر کولی، این فرولو عاشقش میشه و به کوزیمادا که این گوشپشت هست میگه برو اینو بدزد، بیار برا من. که یک کاپیتان فابیوس که این مال کاپیتان لوی 11 فرانسه است. دوران داستانم در 1491 همچین توی اواسط یا اواخر قرن 15 است. بعد فابیوس یک افسر سروان، افسر درباره که دختر نجات میده و کازیمادو رو میگیرن، محکومش میکنن به شکنجه زدن در میدان شهر و این در اون زیر شکنجه و شلاق خوردن تشنش میشه و این اسمرالدایی که تنها کسی که میره یه لیوان آب براش میبره. دانشین همه هم عاشق این دختر بودن. کازیمادام محبت رو از اون میبینه، دخترم که جینا لولو دخترم که جینا لولو بله دختر نه حالا ما الان داستان داریم، داستان. ما به فیلم آنتونی کوئین نرسیدیم. این داستان رو بدونن مردم که این داستان چیه. بعد آقای فرولو میخواد بکشه اون فابیوسو، نمیتونه، دختره رو به جرم این میگیرن، دختر رو میخوان اعدام کنن، گوشپشت نمیذاره کوزیمادو و بالاخره در آخر دختر اعدام میشه. این داستان اینو میگم، اعدام میشه و کازیمادو هم اربابش که فرولو بوده میکشه، بالای برج پرتابش میکنه پایین و
بعد هم آخرش که قبر دختر در زیر زمین پیدا میکنن، میبینن یه مردی اسکلتی هم پلوشه، یعنی همین گوش پشت. این داستان که هپی اندینگ هم نداره، مال آقای ویکتور هوگوس. حالا این داستان اومدن، سه تا فیلم سینمایی مهم از این ساخته شده و یک تلویزیونی. فیلم مهم اول 1922 لونچانی بازی میکنه که با بازی کردن در این نقش ستاره بزرگ سینمای هالیوود میشه. فیلمیه که داستانش یه مقدار عوض میکنن، برای اینکه کلیسا بهش بر نخوره فرولو رو چیز نمیکنن، فرولو رو یه مقدار آخرش رو عوض میکنن، آخر فیلمو، و تغییرات میدن و این فیلم خیلی موفق میشه. ولی سایلنت این فیلم 1922. اولین فیلم ناطقی که ازش ساخته میشه 1939، اولین بازیگر انگلیسی که بازی میکنه چارلز لافتونه. این فیلم کارگردانش دیترله است و دیترله، ویلیام دیترله، یک کارگردان خیلی اروپایی الاصل بوده، میره اونجا و در ساختن ریزکاری ها و در ساختن جمعیت اون موقع فرانسه که حمله میکنن و جمعیت و صحنه سازی و غیره، ریزکاری ها خیلی خوبه و یکی از فیلم های فوق العاده ای که ریویو میشه و بازی چارلز لافتون رو میگن که یکی از بازی های موندنیه. در اونجا تغییراتی که میدن، به جای اینکه این اسخف انقدر بد باشه، یعنی آقای فرولو، یه برادری براش درست میکنن به نام جهان که آخرش هم کوزیمادو این برادره رو میکشه، که نگن مثلا یه آدم کلیسایی کشته شد انقدر فاسد بوده. و دخترم میگن کولی نبوده، ایه خانوادهی که خوب بوده، یعنی غیر کلی بوده، میدوزنش، کلیا میبرنش، بزرگ میشه، وقتی متهم میشه مادرش اینو شناسایی میکنه و بعد عفو میشه و این میاد با میدونه که آخر فیلم مردم فرودستان و کولیا حمله میکنن به کلیسا که اینجا مرکزه و این کارای بد میشه و چرا این جنایت ها میشه و برای خاطر دختره و اینا که کوزیمادو با اونا میجنگه. و در آخرم دختره نمیمیره برخلاف کتاب و با این شاعری به نام گوینگرو، اگه اشتباه نکنم، ازدواج میکنه و میره. پس اونم پایانش رو عوض کردن و اینم خیلی موفق بوده، همین پایانم مثلا فیلم لونچانی داشته. در همین موقع این فیلم مال آرکئو بوده. آرکئو تایتل گوشپشت نوتردام رو میخره، گوشپشت نوتردام رو کاپیرایت میکنه، تایتل رو دارم میگم نه کتاب، کتاب که خیلی بعد در 1954 55 اواسط 50، برادران حکیم دوتا برادر بودن به نام رابرت و ریموند. اینا کارگردانای، اینا تهیه کنندگانی بودن که در سینمای فرانسه و سینمای آمریکا، در سینمای فرانسه دهه 30 اواخر 30 با ژان رنوار با کارگردانان بزرگ فیلم تهیه کردن. بعد در مثلا در اعماق با ژان گابن فیلم ژان رنوار رو تهیه کردن. بعد اومدن خواستن که این فیلم رو به صورت رنگی و سینماسکوپ با شرکت جینالولو بریجیدا بسازن. اونا آنتونی کوین انتخاب کردن برای این نقش. آنتونی کوین این به صورت تکنیکالر و رنگی در پاریس بهار 1956 فیلم برداری شد. خب آنتونی کوین کتاب رو نخونده بود. وقتی که با کشتی میاد بیاد فرانسه، تو کشتی اینو میخونه و میاد فرانسه و میره تو هتل پلازاشون بالا زندگی که میکرده، میگه حالا من چجوری این نقش رو بازی بکنم، چجوری من این در بیارم این مرد گوش پشتی که با این افکار و با این چیزاست. هی فکر میکرده، شبا میخوابیده، یه روز که خواب بلند میشه میره تشویش داشته که اینو چجوری در بیاره. خب میتونن شما رو گریم کنن، ولی گریم کردن یه چیزی، خود بازیگر باید در نظر حسی هم اون چیز رو داشته باشه. صبح بلند میشه ریششو میزنه، میبینه یه صورتش دفرمه شده، اصلا صورتش دفرمه است. دکترا رو میارن، یک هفته سینما رو میخوابونن، فیلم برداری همه چی، وقتی میخرفت گریم بکنه، گریم هم نمیتونستن هر روز یک دست درارن، هر روز صورتش یه جوری بوده. تمام دکترا رو میارن، دکتر یونایتد آرتیست، این مال حالا یونایتد آرتیسته، و
دکترها نمیتونن بفهمن، همه دکترها میان، تا آخرش یک کسی میگه یک دکتری هست برید پیش اون، شاید اون بتونه شما رو خوب کنه. از اون طرف برادران حکیم میبینن فیلم خوابیده، شروع میکنن نقش رو به دیگران آفر کردن که آقا بازیگر دیگری رو بیارن. از جمله آنتونی کوین به من گفت، اونا به مارلون براندو هم گفته بودن ولی بدونی که مارلون براندو جواب بده، جینا لوبریجدو به این گفته شما هیچ کس حق ندارید بیارید، من با فقط با آنتونی کوین بازی میکنم. در نتیجه اونا سب کردن، آنتونی کوین گفت، زنگ زدن گفتن یه دکتری هست برو اونجا خوب میشه. ما رفتیم یه محله دور افتاده در پاریس، اونجا مثل کتابخونه ای بود که پر خاک بود. من فکر کردم اومدم به یه کتاب فروشی دست دوی و اصلا به یه دعانویس منو فرستادن. گفتم جریان اینو نشست من صورت ما دید و اینا، گفت میخوای این نقش رو بازی کنی؟ شما همونی که تو تلفن به من گفتی، گفت قبلا بهش تلفن زده بودم. شما رفت یه کتابی رو پیدا کرد، کتاب نویسنده، کتابی رو پیدا کرد و آورد تکون داد به پاش زد خاکاش. کینوس کرانس کونیس، این یارو نویسنده زوربا، گفت اینو آورد، این نوشت کتابی بود راجع به کانشس و آن کانشس، وجدان بالا وجدان پایین، این چیزا. من اینو خوندم تا صبح، بعد 24 ساعت خوابیدم. آنتونی کوین حتی اینا رو یه چیزایش هم نوشته ولی بیشترش برای من گفت. و بعد خوب، بعد گفت چی کار کنم، همونم گفت، گفت برو با آب معدنی صورتتو بزن، هیچ چی دیگه نزن، با صابونم نشور، آب معدنی بزن، یه ذره کافور با اسفنج هر چند ساعت به چند ساعت یه ذره بزن. ما دو روز زدیم خوب شدیم و رفتیم نقش رو بازی کردیم. و ولی به طور کلی فیلم، برادران حکیم تایتل فیلم خواستن بخرن از آرکیو، آرکیو رو نداد. اینا مجبور شدن فیلم رو به اسم نگوش پشت نوتردام، به اسم نوتردام پاریس نشون دادن، و بعد بالاخره بعد از مدتی آرکیو این اجازه رو داد و از لجبازی دست برداشت و این یه ماجراست. بعد مصاحبه منتقدین میگن که آنتونی، کارگردان آنتونی کوین اونو آزاد میذاره برای بازیگری خودش ولی بقیه رو کنترل میکنه. ولی در مجموع فیلم متوسطی در میاد با این که از آنتونی کوین تعریف میکنن، ولی کارگردانی ضعیفی داره فیلم آنتونی کوین متاسفانه. نسخه سومی که میخواستم بتونم، این سوم بود و نسخه چهارم هم 1982 آنتونی هاپکینز بازی میکنه با اون زن خوشگل انگلیسی آن ون دان لزلی، لزلی دان آن اسمش الان نمیاد به خاطرم، همین چیزا بود. اونم مال تلویزیون بود، اونم آخر خوش، اون آخر که اصلا نمیمیرن و ازدواج میکنن زنه و با همون شاعر. این چهار نسخه است و تو این چهار نسخه موندنی بسیار همین 1900، همین 2000 رو، همین سال قبلم والت دیزنی یه نسخه انیمیشن ساخته بود و این فیلم ها همه موندنی هن. و همین فیلم و آشنایی آنتونی کوین با این کتاب بود که بعد میگه من زنگ زدم به، بعد از فیلم این کتابو که خوندم زنگ زدم به کانسیج هتل گفتم یه کتاب فروشی مهم پاریس رو من وز کن. وز کرد. گفتم از این نویسنده چه کتاب دیگه ای دارید؟ اونها یه کتاب برای من فرستادن. وا کردم، دم اسمش از زوربا دی گریگ. اونو خوندم، عاشق شدم که بعدن میره شریک میشه با یونایتد آرتست که و با مایکل کاکویانیس کارگردان یونانی، اینو برن با 400 هزار دلار در یونان بسازن. داستان اون مفصل انشالله در برنامه بعد براتون میگم. آقای مقصودو جان، به این ترتیب شاید چیزی که هموطنان ندونن اینه که اسم نوتردام و نه. فیلم کوشپشت نوتردام به شکلی با ما هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی برادران حکیم تهیه کننده فیلمی هستن، فیلم نوتردام دو پاری که آنتونی کوین و جینا لوبریجیدا درش بازی میکنن، همینطوره نیست؟ بله، اینم بر اثر کتابی هست که کتابه چیز نداشته، اسم اونو خریده بودن، کتاب گوشپشت نوتردام اثر آقای ویکتور هوگو. ولی به هر حال میگم تهیه کننده فیلم ایرانیه، ایرانی‌الاصل ولی فرانسوی بودن، یک چیزی از ایران دارن، برادران حکیم. من راجع بهشون مفصل در کتاب جدیدم ژان رنوار نوشتم. نوشتی؟ اطلاعاتی بیشتری دارید راجع به اونها برادران حکیم؟ جان اطلاعات دیگری که دارید چیه؟
در سینما چی کارا دیگه کردن؟ در مورد چی؟ برادران حکیم. بله، برادران حکیم بعدن اومدن آمریکا، فیلم ساترنر جنوبی ژان رنوار. رنوار وقتی که فرار کرد دست فاشیستا در جنگ جهانی دوم، همین کار آلمانا میمدن، این از ایتالیا عقب نشینی کرد، اومد پاریس، از پاریس فرار کرد اومد جنوب، بزنش داده اومدن آمریکا. اینجا با فاکس قرن 20 قرار داد، بس فیلم اولی ساترنر جنوبی بود. برادران حکیم اومدن اینو تهیه کردن. برادران حکیم یه مدت تو هالیوود فیلم ساختن، بعد اومدن یعنی تهیه کردن، بعد اومدن سه فیلم بلدجور آقای بونوئل رو تهیه کردن، فیلم کلود چاپرول تهیه کردن، با موج نو فرانسه کار کردن. خیلی تهیه کنندگان قول و فیلم های بسیار موندنی از اینها هست. دو تا آدم بسیار پروگرسیف، خیلی پیشرفته، خیلی مدرن، و خیلی انتخاباشون فیلم های موندنی تاریخ سینما سایه میبودی. جالبه. دو شخصیت دیگه هم داریم در تاریخ هنر فرانسه که خب اینا مردو منتسب به ایران، یکی روبرت حسین و دیگری پدرش. او موسیقیدان بود و او یکی از شعرهای بزرگ سینما و تئاتر فرانسه، یکی از نامهای ماندگار روبرت حسینه. همینه روبرت حسین. پدرش هم گفتگو داشتیم در همین تلویزیون ایران و فردا با یکی از نزدیکترین دوستان او در جنوب فرانسه و هم رفت آمد داشتن، اکثر روشون دادیم تصویرها و عشق این مرد، یعنی پدر روبرت حسین به ایران، خیلی علاقه داشت به ایران، خیلی زیاد. هر یاد همه بازیگر خوبی هم بود آقای می بود. بله بازیگر خیلی خوبی، بازی فوق‌العاده، فوق‌العاده. من فیلم های خوبی ازش دیدم، از روبرت حسین. بله بله. شخصا هم دیدید روبرت حسین رو یا نه؟ متاسفانه نه، متاسف. خیلی دلم میخواست میدیدم، نشد. من خیلی اینا رو دیدم. مثلا وقتی میرفتم فستیوال قاهره رفتم، آنتونی کوین به من گفت تو وقتی رفته اونجا عمر شریف رو میبینی، اقول من به عمر شریف اینو بگو. یادم نمیرفتم عمر شریف رو دیدم در اون فستیوال قاهره بود و بهش گفتم آنتونی کوین اینو برای ترسد و اینو گفت و اینا. چقدر خوشحال شد، نشستیم مفصل صحبت کردیم. پیتر اوتول اونجا بود نشستیم، خانم کاترین دونوف بود. خیلی اینا رو من باشون نشستم و تو این فستیوال ها صحبت، و حالا یه سری عکس ها هست، حالا من منتشر خواهم کرد. آقای من برای اطلاع محبتران ارجمند، وقتی میگیم فستیوال های ای، یعنی فستیوال شماره یک در دنیا، کدام هستن؟ فستیوال های ای در دنیا تا قبل از انقلاب اگر نگاه کنیم، یعنی تا 80 مثلا، خب 5 تا فستیوال جهانی فستیوال ای بودن. یکیش کن در فرانسه، ونیز در ایتالیا، برلین در آلمان، مسکو در روسیه و تهران در ایران. این 5 تا بعد ای بودن، یعنی ببینید مهم فستیوال سندیکای تهیه کنندگان آمریکا باید اونو اپروف بکنه، چون فیلمای اونا رو میدن، یعنی هالیووده که فیلم باید بده. وقتی اون سندیکای تهیه کنندگان بین‌المللی و آمریکا یک فستیوالی رو تایید میکنن که این اونا میگن این ایه یا بیه یا چیه، از نظر امکانات مالی، از نظر جا، از نظر زمان برگزاری، خیلی چیزا رو اینا تحت نظر میگیرن. و ایران رو پنجمین بود که بهش ای دادن، و ایران در 1972 اولین فستیوال جهانی تهران برگزار شد و ای بود، و 6 تا برگزار شد تا 1976. کی آمدن به ایران؟ بسیاری از بزرگان دنیا. از همون سال 72 جزو جوری آقای ساتیاجیت رای بود که من باش مصاحبه کردم، عکسش هست. همین با آقای خیلی گابریل فیگروا اومد، فیلم بردار بزرگ مکزیکی. فرانک کاپرا اومد، ویلیام وایلر، رنه کلر اومد، عرض کنم که میکلوش یانچو، گریگوری پک، کریستوفر لی، عرض کنم که الان خیلی اصلا من نگه بکنم اسامی رو بگم. یعنی همون دراکولا؟ بله اونم. دراکولا هم اومد. عرض کنم که
بس همه بزرگ ها بودن، همه می اومدن. بله، آنتونیونی اومد، عرض کنم که ویلیام وایلر بزرگ داشتش بود، فرانک کاپرا بزرگ داشتش بود، نه تنها بزرگ داشت ها، فیلماشون رو کلیف رابرتسون اومد. من البته مثلا دیگه 5 و 6ش ایران نبودم، فستیوال 5 و 6 1 و 2 و 3 بودم. اینا رو کجا جا میدادن؟ در کجا جا اینا هیلتون بودن. یکی از مشکلاتی بودن که من یه مصاحبه کردم آقای میبودی با جان سایمون. جان سایمون یکی از بزرگترین منتقدین تئاتر و سینمای آمریکاست، نیویورک زندگی میکنه. این مصاحبه هم خوند در کتاب چیز من اومده، در کتاب این سوی ذهنان سوی مردمک. به من گفت آقا مشکل ما در فستیوال جهانی تهران که اون ششمی بود، ما این از هتل هیلتون که شروع میشد میمدیم میخوایم بریم بسن پارامونت، فستیوال اولین سینما، 1 ساعت تو راه بودیم. اون ترافیک مثلا ترافیک تهران، اینا همه رو هیلتون جا میدادن. اون موقع هیلتون بهترین هتل ایران بود و اون بالا جاش خوب بود. خب این ماشین از شمرون بخواد بلند شه بیاد چهارراه تخت جمشید یا بعد بس شاکی بودن، از این نظر شاکی بودن. بله، از ترافیک شاکی بودن، ولی از تمام چیزهای دیگه مثل انتخاب فیلم راضی بودن، مثل پذیرایی راضی بودن. جوری بهترین انتخابا رو هجر داریوش میکرد، روانش شاد. آقای مغزولو اگه اجازه بدید، متاسفم وقتمون تمام شد، اجازه بدید یک برنامه با درباره هجر داریوش بران بنیانگذار بوده دیگه، موافقی؟ راجب هجیر داریوش کسی بود که فستیوال های جهانی رو ایشون تقریبا، اگرچه ممکن بود یکیش اولیش رو نداشته باشه، ولی اصلا یکی از فاندرهای فستیوال های جهانی تهران، چه کودکان چه بین المللی تهران، یک آدم سه زبانه بسیار درخشان، آدم خوب های سینما ایران بود، آدم خوب بسیار. شوهر گلی ترقی عمیانان، رمان نویس، نویسنده برجسته، الان فکر کنم پاریس خیلی میزدیم آقای میبودی. آره؟ بله. تشکر میکنم. امیرم سپاسگزارم، گفتگومون رو یاد تو ماشه حتما با پی بگیریم با آقای دکتر مقصودو در آینده. سپر خسروی عزیز تشکر میکنم.